یک میلیارد نفر در سراسر جهان در حال حاضر به انتخاب خیش و یا به اجبار خانه‌های خود را ترک کردند. بهداشت عمومی این دست از انسان‌ها که یک هشتم کل جمعیت جهان را شامل می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه مسئله را مورد توجه قرار داده است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. سازمان جهانی بهداشت WHO در اولین برنامه تحقیقاتی جهانی خود که روز دوشنبه منتشر شد، اعلام کرد که 1 میلیارد نفر در سراسر جهان در حال حاضر به انتخاب خیش و یا به زور خانه های خود را ترک می کنند. در این بیانیه این نهاد بین المللی آمده است که در حال حاضر 1 میلیارد نفر به دلیل عوامل مختلف همچون جنگ، درگیری، نابرابری درآمد و مخارج زندگی، شرایط بد اقتصادی کشور محل اقامت، تمایل به شهرنشینی و همچنین تغییرات اقلیمی خانه های خود را با انتخاب یا به زور ترک می کنند. سازمان بهداشت جهانی در ادامه گفته از فقدان دانش جامعه در مورد اینکه چه چیزی برای حمایت بهتر از سلامت افراد در هنگام مهاجرت و جابجایی لازم است وجود دارد. این سازمان در ادامه آورده است که در دستور کار این نهاد بین‌المللی انجام تحقیقات و پژوهش لازم برای دستیابی به این سوال هاست که هدف از این گونه مهاجرت ها و نیازهای بهداشتی مهاجران چه چیزهایی میتواند باشد تا در سیاست ها و شیوه های پاسخگویی به آنچه که به وضعیت فعلی پناهندگان و همه جمعیت هایی که به زور آواره گردیدن منجر شده است تجدید نظر شود. این نهاد بین‌المللی در ادامه افزوده که چنین شکاف و عدم پاسخگویی و عدم پذیرش مسئولیت در قبال این حجم وسیع از انسان‌هایی که مجبور به مهاجرت و جابجایی و ترک خانه و کاشانه خود شده‌اند، در راه رسیدن به دانش لازم به منظور دستیابی به رفاه این دست از افراد تأثیر می‌گذارد و پیشرفت جهانی را به سمت پوشش همگانی سلامت و اهداف توسعه پایدار می کند. سازمان بهداشت جهانی تأکید کرده که در طول فرایند مشورتی 1 ساله که در دستور کار تحقیقاتی جهانی این سازمان قرار گرفته، بر 5 موضوع تحقیقاتی اولویت دار توافق شده که نیاز به سرمایه گذاری بیشتر دارد. این موضوعات شامل راه‌هایی برای افزایش دسترسی به خدمات و دستیابی به پوشش بهداشتی فراگیر، اقداماتی برای پاسخدهی بیشتر به آمادگی فوریت‌های بهداشتی، درک بهتر از عوامل تعیین کننده سلامت و راه‌های رسیدگی به آنها، امکان دسترسی بیشتر به گروه‌های تحت تحقیق مهاجران و جمعیت‌های آواره اجباری و راه‌های جدید برای همکاری در تحقیق و ترجمه پژوهش‌ها به منظور بهره‌گیری در سیاست‌گذاری و اجرایی شدن آنها می‌باشد. تدروس آدهانوم گبریسوس رئیس سازمان جهانی بهداشت در این زمینه گفت: اولین دستور کار تحقیقاتی جهانی WHO در مورد سلامت، مهاجرت و جابجایی برداشتن گام‌های مهم و تلاش‌های لازم برای هدایت سیاست‌ها و اقدامات مبتنی بر یافته‌ها و ضرورت‌های به دست آمده است. او همچنین افزود این گزارش با پر کردن شکاف دانش بر روی نیازهای بهداشتی برخی از آسیب پذیرترین جمعیت‌های جهان به ما کمک می‌کند تا در دنیایی که به طور فزاینده‌ای در حال حرکت مهاجرت و جابجایی است بتوانیم زندگی مناسبی داشته باشیم. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل با ما همراه هستند. آقای دکتر، سلام عرض ادب. سلام علیکم خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترم. بزرگواری. آقای دکتر، با توجه به تجارب شما در زمینه مهاجرت و همچنین با توجه تخصص شما در زمینه پزشکی و بهداشت، مهاجران از چه مشکلات بهداشتی رنج میبرند؟ بفرمایید. بله، در حد حوصله همین برنامه خبری من به 4 نکته جالتاً اشاره می کنم. یکی کمبود آب شرب یا آب آشامیدنی هست که در خیلی از مناطق که مهاجران در آن به عنوان کوده های
فراری و پناهنده پناه میبرند و دیده حقارت نگرسته میشوند و حتی آبشور که نیاز اولیه و حق اولیه هر موجود جانداری هست ازشان اقماز میشه و بهشان مهیا نمیشه. نکته دوم کمبود دسترسی و درمان کم هزینه است. اکثر مهاجران متحمل تبعیض در این خصوص میشن یا مراکز درمانی از نظر کمیت و کیفیت به حد کافی در اختیارشان قرار نمیگیره و یا شرایط برخورداری از برای خدمات درمانی به گونه‌ای برشان وضع میشه که نتیجه آن محرومیت مطلق مهاجر از درمان هست. نکته سوم تغذیه ناکافی است. فقر و عدم دسترسی به کار و اشتغال و یا حقوق پایین و تبعیض‌آمیزی که در بدل کار نسبت به یک مهاجر در نظر گرفته میشه ارتباط مستقیم با تغذیه داره، تغذیه خانواده ها و در درجه اول مادران و کودکان از این امر متاثر میشن و این بیماری های فراوانی را زمینه سازی میکنن، مانند کمخونی های ناشی از فقر آهن و یا رشد جسمی و ذهنی ناکافی کودکان و امثال آن. و نکته چهارم بیماری های واگیردار و مصری هست که متاسفانه بعضی از کشورها فرهنگ و بستر مناسبی برای ایجاد این بیماری ها دارند. راهکارهایی که منجر به بهتر شدن وضعیت بهداشت برای این تعداد از مهاجران یعنی 1/8 از جمعیت جهان میشه از نظر شما چه چیزایی میتونه باشه؟ بفرمایید. بسیاری از مناطق این مشکل وجود نداره، اما بازم به عنوان یک مشکل اولیت مطرح هست. و دوم من به حسوار و همچنان که این مشکلات را عرض کردم در قسمت حل را حل آن هم اشاره بکنم، در دسترس قرار دادن خدمات درمانی آسان به مهاجران هست که پایین آوردن هزینه درمان و عدم تبعیض در ارائه خدمات درمانی برای اهالی خارجی و مهاجران هست که متاسفانه ما در بسیاری از مناطق این محرومیت را به مهاجران میبینیم. کمبود دارو، کمبود دسترسی و درمان یک مشکل هست و کنترل با عنوان یک مشکل سیون که من از کردم با عنوان بیماری های مصری و واگیردار، کنترل روابط اخلاقی بیشتر دو شهر تا سطح ابتلاع به این بیماری ها در حد اقل خودش و در حد ادنای خودش قرار بگیره و همچنین زمینه کار و اشتغال برای مهاجر هست تا سطح اقتصادشان به گونه‌ای تعریف شود که اوناست وضعیت تغذیه خانواده ها در اونجا تعریف شود و وضعیت مطلوب خودش برسد. آقای دکتر، مهاجران و دستگاه های زیرب در زمینه مهاجران چه وظیفه‌ای در قبال افزایش مطلوب وضعیت بهداشتی و سلامت دارند؟ البته من به دوست منبع مستقیم مسئول میخوام اشاره بکنم، یکی ورود مستقیم و مسئولانه و قدرتمند سازمان جهانی بهداشت در این زمینه هست که مهاجرت حقیقی و غیر قابل انکار که با این حجم وسیعی که شما فرمودید 1 میلیارد به سطح جهان، این یک امر حتمی هست که ضروری هست تا اونا ورود پیدا نکنند مشکلات حل نخواهد شد و همچنین دولت‌های مربوط در این زمینه مسئولیت دارند و به عنوان منابع و مراجع اصلی و مسئول در این قسمت ورود پیدا بکنند. و من می‌خوام در نقش دفاتر مراجع اعزام تقلید در همین زمینه اشاره بکنم، ما نقش تأثیرگذار و چشمگیر و پررنگ این دفاتر محترم را می‌بینیم که حجم وسیعی از ارائه خدمات درمانی به دوش می‌کشند و تأثیراتشون بسیار خوب است. اینکه اینا ورود پیدا بکنند در این زمینه و کلیت بهداشت جهانی را از منظر بهداشت مهاجران تعریف بکنند و سازمان جهانی بهداشت و دولت‌های مربوط در این قسمت
حتما توجه بکنن و این نکات من از کردم و شاید هم نکات بیشتر دیگر به عنوان نکات ضعف بهداشتی برای مهاجر اونا رو در نظر بگیرن. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید علی مصباح، پزشک متخصص از کابل، با ما همراه بودند.